تلویزیون مهر برای فردایی آزاد، آگاه و خردگرا تلاش می‌کند. تلویزیون مهر، نویسنده و پاسخور سیاوش اوستا. شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. هموطنان عزیزم، درود بر شما. شبتون خوش. خیلی خوش آمدید. به افتخار خانم آذر شیوا. همونطور که بهتون وعده داده بودیم، جشن مهرگان رو شبی پرستاره برای شما آفریدیم که یاد یکی از بزرگترین اعیاد کهن و سنتی ایران رو در خارج از کشور گرامی بداریم. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم چون زیادم نمیتونیم برنامه رو ادامه بدیم بر اساس رگلمان سالن. امشب خانم آذر شیوا دیدیم که در خدمتشون بودیم، آقای منوشهر عزیز که خیلی لطف کردن از لس آنجلس اومدن. ایشون همونطور که گفتن ساعت 7 بعد از ظهر رسیدن و با اینکه قراردادهایی در امریکا داشتن، برنامه‌هایی داشتن، من قلباً از صمیم دل از ایشون تشکر می‌کنم که خودشون رسوندن. به افتخار آقای منوشهر. امید عزیز هم امروز همونطور که دیدید با مشقت زیادی که دیشب نخوابیده بود خودش رسوند به پاریس. صداش از رادیو شنیدید و اینجا با شما پرداخت. ولی خانم جلیله می‌بینید که قایب هستن. ایشون متاسفانه با قراری که ما مبستی بودن عمل نکردن و با پرواز میسکین وایسمیان نیامدن و به خاطر این بوده که قرارداد 6 ماهه بسته بودن در لس آنجلس. متشکرم ازتون. ولی خیلی از شما به ما گفته بودید که براتون رقص عربی نذاریم و ما از خانم جمیله خواهش کرده بودیم که اگر ما در اینجا بدون رقص عربی در خدمتتون خواهیم بود. در هر حال از رقص سودابی عزیزم که مطمئن هستم لذت بردیم، به افتخار ایشون دست بزنیم. برنامه‌های بعدی خوبی هم برای شما خواهیم داشت که پرویز سیاد هست، دوم نوامبر، و اگه گفتیم کی بعد از پرویز سیاد؟ داریوش. 30 نوامبر بعد از داریوش یک نمایشنامه بسیار بزرگ عظیمی است، کار آقای ایرج جنتی عطایی که امشب در میان شما هستند. افتخار آقای ایرج جنتی عطایی که ایشون لطف کردن از لندن تشریف آوردن اینجا و در این تئاتر بازیکن‌های بسیار عزیزی هستند، از جمله هنرمند عزیز کشورمون بهروز وثوقی که در میان شما، بازیکن‌های دیگه این تئاتر، آقای علی ازینی، موهان آذرکلا، سوسن ترابانی، خانم ملکزی همه امشب با شما هستند. این هم برنامه بعدی خواهد بعد از داروش. اما در مورد جشن مهرگان، جشنی است مثل نوروز بوده و زیاد من توضیح نمیدم براتون. اینو میخونید، در شهر پرنچاب شده، فیلم زهرتی نداشته باشه و اینجا نمیم در اصلا میفتید اینجا خدایی جا کنوش. به افتخار ابی لحن رو میشناسید؟ به همین دلیل از دوستان خواهش کردم که این آهنگ رو در شروع اجرا کنم، بزنم. این آهنگ به نظر من یکی از زیباترین و قشنگترین آهنگایی است که ظرف 15 سال گذشته اجرا شده و فکر می‌کنم حدود 100 سال دیگه این آهنگ هم آهنگش، هم شعرش، هم خواننده‌ای که بسیار دیگه رو براتون بخونم، ببینم شما به من زمینه که من اشتر زده صدام گرفته، من سالی 2 دفعه صدام میگیره، هر دفعه هم 6 ماه طول میکشه خوب شه. اگه این وسط ها دیدین یه ذره قراراتیشون برها به خوانندگی خوب خودتون ببخشید. بفرمایید.